امروز ششم بهمن ماه در نزدیکی ایفل و در میدان حقوق بشر تعداد زیادی از خانواده‌های زندانیان فرانسوی که در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند به همراه شهروندان ایرانی مقیم پاریس در اینجا جمع شدند تا حمایت خود را از این زندانیان و همچنین نگرانیشون رو ابراز بکنند. خانواده‌های زندانیان سخنرانی کردند و همچنین خواستار آزادی فوری فرزندانشان از زندان جمهوری اسلامی شدند. پدر یکی از این زندانیان سیسیل کلر زمانی که در رابطه با دخترش صحبت میکرد دچار احساسات شد و بسیار بسیار ابراز نگرانی کرد و گفت من تنها یک بار صدای دخترم را شنیدم و بسیار نگرانش هستم. در میان این زندانیان تصاویر خانم فریبا زندانی ایرانی فرانسوی جامعه شناس در دانشگاه پاریس رو ما مشاهده میکنیم که یک سری از در واقع همکارانشون اینجا بودن. همگان آگاه هستند که رژیم جمهوری اسلامی ایران به غیر از هممیهنان ما که در کشور اینها رو به گروگان گرفته، تعداد بسیار زیادی از تبعه های کشورهای خارجی رو نیز در کشور به گروگان گرفته. از جمله 7 تن از شهروندان فرانسوی که برای دیدن فرهنگ و تاریخ ما به کشور ایران که یک کشوری بوده که از گذشته تا به اکنون مشهور بوده به مهمان نوازی به این کشور سفر کرده بودن رو به دلایل واهی به گروگان گرفته. آن کلر سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در یک نشست خبری ابراز کرد که این تنها مشکل کشور فرانسه نیست، شهروندان ملیت‌های کشورهای اروپای دیگری نیز مبحوس زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. در اینجا بسیاری از خانواده‌ها خواستار اقدامات فوری دولت مکرون شدند برای آزادی فرزندانشان و آنها بر این باور بودند که فرزندانشان هیچ گناهی ندارند و وزارت خارجه فرانسه نیز چندی پیش خواستار یک اتحاد بین کشورهای اروپایی شد برای یک اقدامات جدی و برای آزادی این شهروندان دو تابعیتی و شهروندان اروپایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند. رضا پرتو، پاریس.